درویشان سادگی دل را بر انتقاش به علوم رسمی اختیار کرده اند، چرا که غبار فکر گوناگون صفای نفس مطمئنه را برقرار نمی گذارد. چنان که مثلا بر روی آینه نقش کنند، اگرچه بعد از آن پاک سازند، اما داغی و نقصانی در وی بماند. پس آینه را از اول بی نقش باید داشت، که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، و کما قال حضرت المولوی. خب در ادامه مباحث قبلی در ارتباط با علم و اینکه این علم میتواند به سه قسم تقسیم شود، علوم رسمی و کسبی، علوم کشفی و ذوقی، و علوم وهبی و لدنی. راجع به این مسائل سخن گفت و اکنون میرسد به این جایی که این علومی که دیگران میخوانند و همه مردم آن را میخوانند و تعابیرش رو در جلسات قبل به عنوان سواد مطرح کردیم، غالب عرفا این علوم رسمی و کسبی و تحصیلی رو چندان نمیپسندند، چرا که همین علوم را حجاب رسیدن به خداوند میدانند، و چنانچه بزرگان گفتند العلم هو الحجاب الاکبر، علم حجاب اکبر است، بزرگترین حجابی که ممکن است بر دل انسان واقع شود و او را از رسیدن به خداوند باز دارد، مهمترینش همان علم است. چگونه میتواند علمی که این همه به آن توصیه شده است و این همه به دنبال روی و پیروی از آن سفارش شده است و وصیت شده است رو عرفا چندان نمیپسندند و این علوم ظاهری رسمی رو مطابق با رسیدن سالک به قله های عرفان و قله های وصال حق تعالی و عشق و فنا و مستی نمی شناسند. علتش این است که انسان ممکن است حجاب های گوناگونی در مقابلش داشته باشد. انسان حجاب های متفاوتی دارد. مثلا یکی از این حجاب ها مال است، دارایی است، ثروت است. وقتی که انسانی ثروتمند می شود، او از بعضی کارها باز می ماند، از یاد خدا غافل می شود. این یک اصل کلی است. هر کسی که دنبال ثروت های آنچنانی برود، این ثروت ها البته او را از خدا جدا خواهد کرد، و به همین جهت ثروت رو یک حجاب دانستند، اما نه حجاب اکبر، حجاب صغیر می دانند، که آن حجاب مانع از رسیدن انسان به خدا می شود، مانع از رسیدن به لقاء الله می شود. قصه مشهوری است در مورد رابعه ادویه که آن عارف بزرگ به آن شیرزن عرصه سیر و سلوک. مشهور است که روزی آمد و میگویند سه روز پشت سر هم غذایی نخورده بود و گرسنه بود و به دنبال معاش هم
از خانه بیرون نرفته بود تا اینکه روز سوم نفس به او فشار آورد که چقدر مرا میرنجانی، ای رابعه چه میشود تو را که اینقدر با من بدخلقی میکنی؟ من 3 روز از هیچ نخوردم، هیچ نیاشامیدم، این روا نیست. رحم به بر نفسش رحمش میآید و میگوید راست میگویی، این 3 روز رو من نخوردم، نه خوابیدم و نه نوشیدم، پس من نفس رو خیلی میرنجانم. گفت حق هست، حق میگویی. ناگهان کسی در خانه او را زد و رفت در رو باز کردید، کسی به قول امروز آشی آورده است که من این رو نذر سالکان طریق الله کردم. گفت بسیار خوب، من همین الان به همین فکر بودم که به این نفسم اینقدر فشار نیاورم. آمد این آش رو، کاسی آش رو گذاشت زمین و گفت بروم آب بیاورم و افطار کنم. رفت که آب رو بیاورد، ناگهان گربه آمد و به این آش خورد و این افتاد و همه آش به زمین ریخت و نتوانست بخورد. خواست که آب بنوشد، گفت لااقل با این آب به داد این نفس بیچاره برسم. ناگهان در اثر ضعف کوزه از دستش افتاد و کوزه شکست و آب هم از دستش رفت. میگویند سر به آسمان کرد، گفت خدایا این چیست که با من بیچاره میکنی؟ 3 روز از هیچ نخوردم، از کرم خود برای من آشی فرستادی، آن را هم ریختی، از کرم خود برای من آبی تهیه کردی و آن را نیز با سبویش شکستی، این چیست که با من میکنی؟ ندایی از عالم غیب برآمد که ای رابعه، اگر میخواهی تمام دنیا را وقف تو خواهم کرد، تمام ثروت دنیا رو برای تو خواهم آورد، اما غم خودم رو از دلت بیرون خواهم کرد. آن غم عشقی که نسبت به من در دل تو هست، او رو از دلت بیرون خواهم کرد. رابعه به سجده افتاد که خدایا مرا ببخش، این نفس به من فشار آورده بود، هرچی میخواهی میکنم، ولی غم و اندوه عشق خود رو از دل من بر نگیر. این صفت عاشقان است. ثروت یکی از اموری است که انسان رو از سلوک الالله باز میدارد، این یک اصل است. البته به این نسخه عوام نیست، نسخه خواص است. اگر عوامی بیاید و به ما بگوید که من چه کنم، ما خواهیم گفت که برو تلاش کن، ثروت به دست بیاور، پول کسب کن، خوب بخور، خوب بیاشام، خوب زندگی کن، زندگی عالی هم داشته باش. این نسخه عوام است. اما آنچه که رابعه و دیگران میکنن نسخه خواص است. نبایستی اینها رو برای هر کسی این نسخه رو نوشت. اگر ما حق نداریم برای عموم مردم ریاضت رو تجویز کنیم و بگوییم که مردم باید نخورند و نیاشامند و از همه اینها دوری کنند، اینها برای افراد بسیار خاص است، افراد بسیار مخصوص است که شاید از هر 100,000 نفر یک نفر، شاید از 1,000,000 نفر یک نفر چنین بتواند باشد و این راه رو بتواند ادامه دهد. موضوع دیگری که ممکن است حجاب واقع شود میان انسان و خدایش، مقام است، قدرت‌های ظاهری است. مقاماتی که در دنیا محسوب است، مقامات دنیاویه، یکی مدیر کل است و یکی استاندار است و یکی رئیس جمهور است و هرچه بالاتر و پایین‌تر مهم نیست،
اینکه این مقام برای یک شخص اتفاق بیفته، این مقام هم جزو حجاب‌های رسیدن انسان به خدا ترقی شده است و عرفا از پذیرفتن مقامات البته استنکاف می‌کردند. عرفای حقیقی با اینکه برایشان امکان داشت که پادشاهی کنند و ملک‌آرایی کنند و ملک باشند و جهان زیر سلطه آنها باشد، هرگز خود رو به این مسائل مقام آلوده نمی کردند و این رو یک آلودگی بزرگ می دانستند. حال بدتر از این آن است که انسان بیاید و به خاطر مقام، به خاطر رسیدن به یک جایگاه مقامی خاص بیاید و دروغ بگوید، بهتان بسازد و کارهای خیلی زشتی که مالاسف در میان سیاسیون هست این رو انجام دهد تا اینکه یک مقامی را به دست بیاورد یا آن مقام رو برای خود حفظ کند. این از دیدگاه عرفان البته بسیار مذموم است. این مال و مقام که دو حجاب هستند، دو حجاب، اما اینها حجاب‌های کوچکی هستند. حجاب مهمتر از این علم است که حجاب اکبر است، چون این تکبر و تبختری که در مورد مال به دست می آید، شخص می فهمد که اگر این مال رو از او بگیرن او چیزی نخواهد داشت و شخص می فهمد که این مقام رو روزی از او خواهند گرفت. بنابراین به این مال و مقام درسته که اعتماد زیاد می کنن ولی به آن حد نیست. اما علم با خود یک چیز دیگری می آورد. علم یک ارزش معنوی محسوب می شود و انسان اگر بخواهد با معنویات خود رو متکبر کند و تکبر معنویات بسیار بسیار برتر از تکبر دیگران است. تکبر کسی که ثروتمند است، تکبر کسی که مقام بزرگی دارد، بسیار در مقابل تکبر کسی که احساس علم و غرور علمی می کند کمتر است و احساسی که این شخص از این که من انسان معنوی هستم، من علامه هستم، من دانشمند هستم، من چقدر میدانم، این احساس تکبری که در این صورت به انسان دست می‌دهد خیلی بیشتر از آن مال و مقام. به خاطر همین است که گفتن این حجاب اکبر است. ممکن است انسان از مقام دوری کند، از مال دوری کند، اما تکبر علمی بسیار انسان رو فانی می کند و از بین می برد. وقتی که در جاهای خاصی انسان می بیند که این مقام علمی او چقدر عظیم است، یک شرایط خاصی، یک تکبر عظیمی در وجود انسان به وجود می آید. بدتر از این وقتی است که انسان خود رو معنوی بداند، یعنی این علم هم گفتن علم ابدان، علم ادیان، حتی در علم ابدان، علمی که راجع به مسائل دنیوی هست، این علم تکبر می آورد. اما این علمی که اینجا گفته می شود منظور علوم معنویه هست، علم عرفان اسلامی، علم فلسفه اسلام، علم فقه. کسی بگوید من فقیه هم، من انسان بسیار بزرگی هستم و در برابر هیچ کس متواضع نباشد و تواضع نکند و در درون خود این علم رو تبدیل کند به یک حجاب اکبر، این علم است که حجاب اکبر است. و انسان زمانی است که به خاطر اینکه هدایت می کند دیگران رو متکبر می شود و تکبر او به واسطه آن است که انسانهای دیگر رو هدایت می کند، خود رو انسان معنوی برتری از دیگران می بیند و گفتند و عرفا با اینها همه مقابله کردند. عرفا گفتند اگر احساس اندکی کردی که تو که هستی و این مقام علمی تو رو از رابطه با خدا باز داشت، این مقام رو باید ترک کنی. قصه مشهور امام محمد غزالی برای همه شما آشناست، همه شما حتما خوانده اید. این که روزی
امام محمد غزالی در مدرسه های نظامیه‌ای که ساخته بود و دانشمند بسیار بزرگی است، اولین کسی است که در تاریخ کشور ما و در تاریخ اسلام او را دانشمند لقب دادند. یعنی لقب او دانشمند بوده است، انسان بسیار دانشمندی بوده است. این امام محمد غزالی می آید و شبی می نشیند و خود رو غرق در این علوم می کند و ناگهان اتفاقاتی می افتد که او می گوید من آدم بسیار بزرگی شدم و از مدرسه‌ای که خود ساخته بود فرار می کند و مرحوم استاد زرین‌پور این کتاب فرار از مدرسه رو در این مورد نوشته است و دوستان البته مراجعه بفرمایند، بسیار کتاب شیوا و زیبایی است که ایشان فرار میکند به خاطر اینکه از تکبر علمی رها شود. گویا میگویند برادرش احمد غزالی او رو بیدار میکند و او رو از خواب غفلت علم زدگی و حجاب علم میراند. او ترک مدرسه می کند و در مدرسه دیگر به شکل ناشناس حالت فراشی به خود می گیرد. می رود در آنجا در مدرسه دیگر، در مدرسه های دینی و یکی از مدارس نظامیه بغداد که بسیار هم بزرگ بوده است، مثل دانشگاه های امروزی، نقش جاروکش خانه ها و حجره های طلاب و حیات مدرسه رو به عهده می گیرد و شبها در یک جایی که به امروزه به سرایداران میدهند در آنجا اقامت میکنند. روزی داشت حیات آن مدرسه رو جارو میکرد و دید که دو نفر عالم دانشمند دارن با همدیگه مباحثه میکنند. یکی گفت قال الغزالی، قال الغزالی. اون یکی گفت قال الغزالی، این نه غزالی این را گفته، غزالی این را گفته. این هم داشت گوش میکرد در حین اینکه هیچ کس نمیشناختش، گوش میکرد و جارو میکرد. هی دید که هی این دوتا دانشمند دارن روی آرای غزالی دارن اونجا بحث میکنن. یکی میگه قال الغزالی، اون میگه نه اینو گفت، و میبینه هر دوتاش غلط دارن میگن. بعد خواست که اینا رو راهنمایی کنه، گفت که مثلا آقایان محترم دانشمندان، این راجب چی مطالعه میکنی؟ گفت که عمو جان تو برو جارو رو بکش، اینا رو شما متوجه نمیشی، اینها رو تو نمیفهمی، این رو غزالی گفته است. خود غزالی میگوید یک لحظه اونجا شیطان آمد که بانگ بزنم ای آدم مثلا نادان، غزالی من هستم، اینها رو من نوشتم. گفت من هنوز هم از اون حجاب علم رها نشدم. جارو رو گذاشت کنار و سه سال دیگه، قرار بود دو سال آنجا باشه، سه سال دیگر در یک مدرسه دیگر مان تا اینکه حسابی این تکبر علمی رو از خود برون کرد و در حقیقت به جایی رسید. این است که این بسیار سخته. انسان ممکن است که مال رو از دست بدهد، انسان ممکن است مقام رو کنار بگذارد در اثر یک تحولی، اما این که این تکبر علمی رو، همه شما عالم هستید، همه اهل دانشید، میدانید که چه تکبر عظیمی وجود دارد در این علم، در این دانستن. اینها رو علما و عرفا گفتند که اینها رو رها کنید. خب حالا اینجا میگوید که انسان چه کار دارد به این که بیاید علمها رو بیاموزد و آخرش مجبور شود از شر اینها خلاص شود؟ بهتر نیست که از اول این آینه وجود رو از اینها خالی بکنی؟ بهتر نیست که به دنبال قال قیل نروی؟ شمس تبریزی رفت و در میان فقها نشست. همه فقها ها آمده بودند و می دانید که احادیث معنعن مشهور است، که احادیث اساساً احادیث و اخبار و روایات
چه متواترش چه احادیث آحاد، اخبار آحاد، همه از نوشته شده از سمعتو. یک نفر راوی میگوید سمعتو شنیدم ان مثلا حسن ابن احمد، از حسن ابن احمد، ان حسن ابن احمد هم از مثلا علی ابن محمد شنیده، و هو ان مسلم ابن مثلا حسن، و هو ان احمد ابن حمید، و اینجور تا اینکه میرسه به مثلا به پیامبر یا به حضرات ائمه معصوم نرسه. این هی می آمد آنجا می نشست، اینها هی احادیث معنن می گفتن سمعت ان فلان ان فلان ان فلان، از او از او از او شنیدم. بعد یک بار گفتن یا شیخ تو چند روز است می آیی اینجا و می نشینی، تو هم بگو اگر چیزی داری. گفت من برای همه شما عجیب متاسفم، چرا که همه گفتی سمعتو شنیدم از فلان کس، از فلان عالم، از فلان دانشمند، از فلان کس فلان کس، یکی از شما نبود که بگوید سمعتو عن الله یقول، من از خدای شنیدم که میگفت. هیچ کدام از خدا چیزی نشنیده اید. بیهوده از همه اینها. علم آن است و آن خبر آن است که آن یسالونک عن النبأ العظیم، اون نبأ عظیم آن است که انسان از جانب خداوند بشنود، وگرنه اینها رو که همه در حفظ میتوانند داشته باشند. این که انسان باید از درون خود و جوششی باشد نه کوششی، از درون خود علم استخراج شود. ما این علم رو نداریم. علم آن است که من الله باشد، ان الله باشد، وگرنه ان الخلق که علم نیست، که این سواد است، این معلومات است که ثمره ای جز تکبر برای انسان نمی آورد. درویشان سادگی دل را بر انتقاش به علوم رسمی اختیار کردند. این علوم رسمیه رو نمی خوان در وجودشان نقش بکنند، چرا که غبار فکر گوناگون صفای نفس مطمئنه را برقرار نمی گذارد. نفس اگر مطمئن نمی خواهد باشد، می بایست که غبار افکار را از آن زدود، چون افکار ما مانند غباری است که جلوی حقیقت نورانی علم حقیقی، علم الهی را می گیرد. چنان که مثلا بر روی آینه نقش کنند، اگرچه بعد از آن پاک سازند، اما داغی و نقصانی در وی بمانند. میگه چنان که اگر در آینه ها چیزی رو نقش بکنند، آینه های قدیم که البته همه میدانید از فلز بوده است، نه از شیشه که در قرنهای اخیر این ایجاد شده است که جیوه پشت آن میمالند و به هر حال موجب انعکاس نور میشود، ولی آینه های قبلی معمولا از فلزهای خاص ساخته میشد و او رو آنقدر میسابیدند که صاف میشد و انسان ها روی خود رو در آن میدیدند، همه چیز رو در آن میدیدند، آنقدر او رو پاک میکردند و سوهان میزدند با سوهان های بسیار ریز و گاه با شنهای بسیار ریز، ماسه های بسیار ریز او رو صاف میکردن که کاملا قابل دیدن بود. این که میگوین آینه وجود چرا زنگار بسته است، زنگار هم مربوط به اون آینه هاست، این آینه ها که زنگار ندارن. اینها وقتی که مدتی میگذشت این از جنس آهن بود یا از جنس های دیگر، این رویش روی او با ترکیب میشد، ترکیبات شیمیایی میداد و زنگار که معمولا سبز رنگ یا آبی رنگ بود یا سیاه میشد، این روی این رو میگرفت و دیگر آینه به آن صورت شفاف نبود. بنابراین مجبور بودند که این رو بسابند و او رو صاف و صیقلی بکنند. این هم رفتار و روشی بوده که عرفا بسیار به این توجه کردند. میگوید اگر شما
این آینه ای داشته باشی و روی آن نقشه هایی رو بکشی. ممکن است بعداً هی این رو سنباده بکشی و صاف کنی، سیقل کنی، ولی نهایتاً اثری از آن در آن باقی ماند. این اثر تکبر علمی در جان عالم همچنان باقی ماند. عجیب چیز شگفت‌انگیزی است که تا آخر هم این تکبر علمی دست از سر انسان بر نمی دارد. و بعضی وقتها خیلی خود رو نشان می‌دهد. آن وقتی است که با جاهلان خیلی سر و کار دارد، اون وقت این تکبر عالمانه خود رو نشان می‌دهد. ای بدبختها، شما یعنی اینها رو نمی‌دانید؟ اینها که بدیهیات هست، چرا نمی‌دانید؟ و این تکبر رو در او هر لحظه بیشتر و بیشتر می‌کند. پس آینه را از اول بی نقش باید داشت که یا ایت و نفس المطمئنه، ای نفسی که مطمئن هستی. نفس مطمئن آن که اطمینان دارد نیازی ندارد که برای اطمینان یافتن. ما برای چه به دنبال علم می رویم؟ که اطمینان حاصل کنیم. ما برای این به دنبال علم می رویم که اطمینان حاصل کنیم که این راهی که رفته ایم درست است. میگوید وقتی نفس مطمئن نشد نیازی به این علوم ظاهری نیست. ارجعی الی ربک، برگرد به سوی رب خود، راضیتن مرضیه، در حالی که تو از او راضی هستی، از حکمتی که به تو داده و در قلب تو ودیعت نهاده است راضی هستی، مرضیه، و در این حال او هم از تو راضی است. هم تو از او راضی هستی و هم او از تو راضی است. البته در موارد بعد راجع به نفس های هفتگانه که نفس اماره و لوامه و نفس حقیقیه و مطمئنه و راضیه و مرضیه هست، انشاءالله در مباحث بعدی، مبحث بسیار عمیقی است که در عرفان بحث شده، از راجع به آن سخن میگوییم. روی نفس مطمئنه در جسد زخم ناخونهای فکرت میکشد. این نفس مطمئنه ای که تو داری، ناخونهای فکر، ما که تفکر میکنیم روی این نفس مطمئنه رو میخراشیم. چرا؟ چون افکار ما افکار صحیحی نیست. افکار ما غالبا از مقبولات است یا از مشهورات است، از معلومات نیست که، چون علم حقیقی نزد خداوند است. ما اگر بخواهیم یک بار دیگر آن علمی رو که داریم باز یابی کنیم، باز سنجی بکنیم، عقایدی که داریم، اگر ما اینها رو دوباره بخواهیم درک بکنیم، خواهیم دید غالب اینها مقبولات است. ما همین جوری پذیرفته ایم یا مشهور پذیرفته ایم. و بدترین چیزی که در مورد انسان ها هست همین است. مشهور چیزی از بس مشهور است، او رو برای خود به عنوان علم میپذیرد. ولی هر چیز مشهور که علم نیست، حقیقت واقعی ندارد، حقیقت ندارد، واقعیت ندارد. یا مقبولات ما یه چیزهایی رو قبول کرده ایم، پذیرفته ایم، به دنبال استدلال و درک آن نرفته ایم. این مقبولات بسیار مقبوله مهمی است که غالب ما دارای چنین مقبولاتی هستیم. نمیتوان درصد معینی گفت، ولی در انسان ها متفاوت است. بعضی انسان ها با 90% با مشهورات زندگی میکنند. همه مشهوراتی که از اینجا و آنجا شنیده اند اینها رو مبنای فکر خود قرار دادن و بر اساس همین تفکر میکنند، فقط چیزهای مشهور. لذا اگر شما برای عوام چیزی رو بگویی که مشهور نباشد، مقابله خواهد کرد. میگوید چون این چیزی اصلا ممکن نیست. معلوم بودن نیست مشهور بودنه، معلوم بودن نیست مقبول بودنه. این بسیار در مورد معرفت شناسی، معرفت شناسی عرفانی بسیار مهم است. بسیار امر دقیقی است که ما به مقبولات توجه میکنیم. یک چیزهایی رو قبول کردیم، از کودکی پذیرفته ایم و روی آنها قسم میخوریم و حاضریم خونمان را در راه آن بدهیم. اما چیزی است که مقبول است و هیچ مبنای علمی و عقلی یا مبنایی از درون ما ندارد، مبنایی از
تجربه من ندارد، فقط این چون مشهور بوده است پذیرفتم، چون مقبول دیگران بوده است من هم قبول کردم، در محیطی که بودم اینها رو پذیرفتم. و این آفت علم است، آفت معرفت است. معرفت شناسی توحیدی واقعا اینجا دچار خدشه و نقصان می شود. روی نفس مطمئنه در جسد زخم ناخونهای فکرت می کشد، فکر بد را ناخون پر زهر دان. این فکر بد مانند ناخونی است که پر از زهر است. می خراشد در تعمق روی جان، روح ما رو می خراشد. آن چیزهایی که ما به عنوان مقبولات و مشهورات پذیرفته ایم، حتی خیلی هاش خیالاته، خیالات واهی است، خیلی هاش توهماته. ما مبنا رو بر روی همین توهمات می نهیم و بر اساس اون چیزهای دیگر رو اضافه می کنیم. وقتی پایه افکار من توهمی باشد، این چه فایده دارد؟ این ساختمان هر چقدر هم بالا رود، این حاوی معرفت حقیقیه نخواهد بود. تا گشایی عقده اشکال را، برگشایی در خیال این بال را. اگر می خواهی این شکلهای و تصوراتی که در ذهن تو هست، اینها رو بخواهی بگشایی، عقده همینها گره خورده است. ما همه آن چیزی که احساس میکنیم و فکر میکنیم میدانیم، این در ذهن ما گره خورده است. میگی اول باید اون گره هایی رو که خورده است باید باز کرد. آن گره های علمی که بود است باید باز کنیم. آن چیزی که ما فکر میکنیم و میاندیشیم که صحیح هست، راجع به همه اینها تجدید نظر باید بکنیم. وگرنه به حقیقت معرفت الهی نخواهیم رسید. این مقبولات رو بشناسیم، این مشهورات رو بشناسیم، وهمیات رو بشناسیم و بر اساس این ساختمان فکری خود رو بنا نکنیم. برگشایی در خیال این بالها، اگر این عقده ها رو، این گره ها رو باز کنی، می توانی در عالم خیال بالهایت را بگشایی. در عالم مثال و در عالم خیال و در عالم ملکوت می توانی بال و پر بگشایی. این گره ها چیستن؟ این گره ها همان علوم ظاهری هستند. این مقبولات است. عقده را بگشاده گیری منتهی، عقده سخت است بر کیسه تهی. میگه خیلی عجیبه که انسانی بیاید بر یک کیسه خالی یک گره های محکمی بزند، چندین گره محکم بر کیسه خالی بزند و همه تصور کنند که چیزی در آن است. عاقل چنین نمی کند. میگه شما هم آمده ای بر وجود خودت از گره های علمی افکنده ای، مدارک تحصیلی که داریم این رو گره میزنیم و چیزی که درونش هیچ نیست، یک کیسه ای که تهی و تهیست، خالی است. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده ای چند دیگر بگشاده گیر. میگه تو عمرت رو گذاشتی چیکار کنی؟ فقط عقده زدی، هی گره زدی، گره به نام علم بر نفس خود گره زدی، بر جان خود گره زدی که نتواند این بالهای فکر و اندیشه تو پرواز کند. این کتاب هایی که انسان ها میخوانند به عنوان گره هایی است و در حقیقت مثله هم که مثل الحمار یحمل و اسفارا در قرآن همین است. مثل اینان مانند مثال الاغان است که اسفار رو، کتاب ها رو نقل می کند. آیا خود این الاغی که این بار را می برد، آیا از آن کتاب هایی که بر پشتش هست استفاده ای کرده است؟ نه. این چه بهره ای هست که ما ذهنمان رو مشغول بکنیم و همه رو مشهون از یک سری اطلاعات بکنیم و اسمش رو بگذاریم علم و این موجب شود که کمر ما در زیر بار این علمهایی که مقبول است و مشهور است و اساساً مطلب علمی نیست خم بشود. آن وقت دیگر علم ما ان الله نمی شود، ان فلان ان فلان می شود.
اینی که ما بگوییم از فلان کس یاد گرفتن، از فلان کس یاد گرفتن. چرا در جامعه ما علم مبنا ندارد؟ به خاطر اینکه همه آن چیزی را که دیگران گفتند تکرار میکنند. در دانشگاه های ما فقط آنچه که دیگران گفتند تدریس میشود. استاد ما سخن جدیدی و سخن نوعی ندارد که به دانشجو ارائه دهد. در همه مراحل چنین است. چیز جدیدی ندارد بگوید. فقط آنچه که در کتاب ها هست آنها رو با یک تعبیر دیگر، با یک چیز دیگر میگوید. کشفهایی رو که دیگران کردند اینها شرح میکنند. اختراعاتی که دیگران کردند او میآید و میگوید این اختراع انجام شده است. خب این چه فایده دارند؟ تولید باید بکنیم، تولید علم باید بکنیم، آن هم نه بر مبنای مقبولات و مشهورات و وهمیات آن موارد دیگر، باید از طریق علمی و از روش‌های علمی استفاده کنیم. عقده‌ای کان بر گلوی ما سخت، گر بدانی که خسی یا نیک بخت. حل این اشکال کن گر آدمی، یا حل این اشکال کن گر آدمی. خرج این دم کن اگر آدم دمی. میگه اگر آدم هستی به اصلت برگرد. این علمهای ظاهری که یافته ای اینها فقط جلوی بال و پر تو رو میگیرد. هر مدرکی که گرفته ای در دانشگاهی در جایی آنها گره هاییست بر بال و پر اندیشه تو. واقعا نمیتونینه. شما ملاحظه فرمایید کسانی که در یک رشته تخصص دارن اگر یک چیزی غیر از آن بگویی هرگز قبول نمی کنند و حاضر نیستن هرگز از آن دست بکشند. یک نوع تعصب. ممکن است تعصب جاهلانه باشد، ممکن است یک عالم هم متأثر به داشته های خود باشد، فکر کند و بیاندیشد که هرچه من میگویم درست است. در مورد کسی که نمیداند مشکل نیست. اگر به او بگوییم تو نمیدانی قبول میکند، میپذیرد که نمیداند. اما کسی که مشکل با کسی است که فکر میکند میداند، عالم نما است، فکر میکند میداند، فکر میکند چند هزار جلد کتاب خوانده است پس میداند، در حالی که او مفهوم علم رو نمیشناسد. عقده ای کان بر گلوی ماست سخت. این علم عقده هست، یک گرهی است که بر گلوی ما سخت گرفته است. راه تنفس واقعی از علم واقعی و علم حقیقی رو از ما گرفته است. گر بدانی که خسی یا نیکبخت. تو اصلا نمیدانی که چه هستی؟ آیا خسی یا خوشبختی، بدبختی؟ مثلا کسی فرومایه هست یا بلند قدر است؟ حل این اشکال کن گر آدمی، یا حل این اشکال. هر دو رو میتونیم بگیم. اشکال اگر بخونیم یعنی اینکه شکل‌های علمی که ما ساخته ایم. ما از هر چیزی یک شکل علمی و تصور علمی در ذهنمان ساخته ایم. یا اشکال هم که از این مشکل هست دیگه. این مشکل، این علم، علوم ظاهری و علمی که ما به دست آورده ایم، اینها تبدیل به مشکل شده است برای ما. آنچه تو گنجش توهم میکنی، زان توهم گنج را گم میکنی. تو فکر میکنی که گنج علم در درون تو هست. من میدانم و تو نمیدانی. زان توهم گنج را گم میکنی، چون امارت دان تو وهم و رایها. گنج نبود در امارت جایها. میفرماید تو وهم و رأی و نظر خودت رو مانند امارت بدان، امارتی که بر اساس توهمات باشد. ما خیلی راحت اگر منطق بلد باشیم، منطق صورت رو میتوانیم این کاخهای فریبنده‌ای که عده‌ای به نام علم ساختند رو در عرض چند دقیقه، در عرض چند ساعت و چند روز ویران کنیم. چون به او خواهیم فهمان که آن چیزی که تو به عنوان مقبولات قبول کرده ای، این هیچ محتوای علمی حقیقی ندارد. در امارت هستی و جنگی بود، نیست را از هستها ننگی بود. میگه کسی که میگوید من علم ندارم، خب او راحته.
ولی کسی که میگوید من علم دارم باید چالش های عظیمی رو برگزیند و با این چالش های عظیم بسازد. حد اعیان و عرز دانستگیر، حد خود را دان که نبود زان گزیر. بعد مثال میزند، میگه مثال های علمی میزند، میگه مثلا شما حد اعیان و عرز رو فرض کنیم، اعیان رو شما میشناسی، حدودش رو، عرض و جوهر رو، حدودش رو، حد یعنی تعریف، تعریف همه اینها رو میدانی. خب فرض کنیم همه اینها رو میدانی که چه؟ حد خود را دان که نبود زان گزیر. میگه تو حد همه چیز رو میدانی اما حد خودت رو نمیدانی، تعریف همه چیز رو میدانی ولی تعریف خودت رو نمیدانی. من کیستم؟ خود رو تعریف کن، نه با نوشته های دیگران. خود به دست آور، ببین چه هستی، که هستی. این معرفت شناسی است. عمر در محمول و در موضوع رفت، بی بصیرت از پی مسموع رفت. عمر فرد، این منطقیون و فیلسوفان چنین است، این محمول است و اون موضوع است. محمول و موضوع رو که همه میشناسیم چیست، موضوع آن چیزی است که وضع شده است از سوی واضع و معنی برای آن گفته شده است، و محمول آن چیزی است که بر آن بار شده است. مثلا در قضیه هوا سرد است، هوا موضوع است، ما میخواهیم راجع به هوا سخن بگوییم. وقتی یک کسی به ما بگوید که هوا، خب ما میگوییم که خب این میخواهد، همه مبتداست دیگه، همه مبتدایی که در ادبیات عرب هست، یا همان مسند و مسند الیه و رابطه هست، همان وضعیت در مورد تمامی قضایا این صادق است که هوا، اگر مثلا میگوییم هوا سرد است، هوا موضوع است و ما سردی رو نسبت میدهیم، حمل میکنیم بر موضوع. به سرد هم میگوییم محمول. است هم نسبت حکمیه هست، نسبت حملیگه هست، یعنی اینکه ما سردی رو حمل کردیم بر هوا و از این یک نتیجه گرفتیم، گفتیم هوا سرد است، هوا موضوع، سرد محمول، است هم نسبت حکمیه و حکمی که در مورد آن داده میشه. ممکن است بگوییم هوا سرد نیست، آن وقت یک حکم سلبی داده ایم، در قبلی حکم ایجابی داده ایم. هم اصلا کار ما و سخن ما، اصلا سخن علم همین است. همه علوم این قضایا رو دارن، بهش میگن قضایای علمیه. در همه علمها، علمهای ظاهری، از ریاضی که همان قضایا هست که میدانید این فرمول ها، این فرمول های فیزیکی، فرمول های شیمیایی، همه اینها قضیه هستن، همه اینها شامل این موضوع هستن. مولانا میآید همان اساس تمامی علمها رو به چالش میکشاند، میگه تو هی میگویی این موضوع است، این محمول است و این نسبت حکم. میگه از کجا میدانی چنین است؟ مانند لاادریون نیست که اینها آمدن گفتن که ما هیچ نمیدانیم، و مانند اهل سفسطه که گفتن هیچ نمیدانیم و هیچ نمیشناسیم. اما مولانا میگوید که روش دریافت و روش شناخت چنین نیست. روش شناخت نه عقل است، نه حس است، بلکه شهود است، درونی است. مثال هایی میزند، اشتباهاتی که انسان ها انجام میدهند در همین موارد. شما فرض بفرمایید یک ظرف داشته باشید، سه تا ظرف داشته باشید، یک ظرف آبی باشد مثلا 70 درجه، یک ظرف دیگر آبی باشد مثلا 5 درجه، وسط هم آبی باشد مثلا 35 درجه. یک دست خود رو در آب 70 درجه بگذارید، دست چپتون رو در آب 5 درجه بگذارید. بعد از 20 دقیقه امتحان کنیم، بیاوریم هر دو رو در آب مثلا 35 درجه قرار دهیم. خب الان این آب گرم است یا سرد است؟ این یک آب است، اما نسبت به دستی که از گرما آمده است سرد است، نسبت به این گرم است. ولی موضوع یکی است. چگونه انسان
آنچه را که در جلوی چشمش هست به راحتی اشتباه میکنند. همه حواس ما اینجور هست. لامسه این چنین است، مگر سامعه چنین نیست؟ سامعه همینجوری هست. گوش میکنیم، خیلی از چیزها رو میشنویم ولی میبینیم بعدا که اشتباه شنیده ایم. چشم، چرا ما در بی نهایت مثلا این دو خط موازی به هم میرسن؟ چشم هم اشتباه میکنن. از 14 متر به اون طرف تر دیگه گفتن که اصلا حتی فیزیک نور هم دیگر کارساز نیست. همه حواس ما اینجوریه. گفتن این حواس پنجگانه راهی به حقیقت ندارد. این حواس باطنیه همچنین است. این وهمیاتی که ما داریم و علمی که بر مبنای این توهمات هم هست، این اتفاق برایشان میفتد. آن علم، علمی است که من لدن حکیم خبیر، من لدن علیم حکیم باشد. آن علمی است، علم است حقیقتاً که از جانب علام کل و عالم مطلق باشد، وگرنه این علمایی که هستند در جهان، بالاترین علامه ها، خود اگر واقف باشند میفهمند که اینها چیزی نمیدانند. تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم. این رو چه کسی میگوید؟ ابن سینایی که انصافاً همکنون هم کتابهایش قابل هضم برای خیلی ها نیست. نه شفایش، نه قانونش، نه هیچ کدام از کتابهایش. برتر از زمان خود بوده است. حقیقتاً الان هم خوب نمیشناسند کتابهای رو و درکش بسیار سخت است. اما با این حال او میگوید چنین است. اما کسی که هنوز هیچ نمیداند خود رو سینه جلو میدهد و میگوید من دانشمندم، من عالم هستم. و هر چقدر هم این علم ها بالاتر رود خواهند گفت که ما چیزی نمیدانیم. عمر در محمول و در موضوع رفت، بی بصیرت از پی مسموع رفت، بدون اینکه ببیند به دنبال شنیده ها رفت. هر دلیلی بی نتیجه بی اثر باطل آمد، در نتیجه خود نگر. میگه اونی که اثر ندارد، این کارهایی که انجام میده اگر اثر نداشته باشد فایده‌ای بر آن مترتب نیست. میگه در نتیجه خودت به نگاه کن که تو نتیجه چه هستی؟ چه محصولی هستی؟ جز به مصنوعی ندیدی صانعی، بر قیاس اقترانی قانعی. جز این که با مصنوع فقط به صانع رسیده ای. مصنوع یعنی چه؟ یعنی این که انسان از معلول پی به علت ببرد. مولانا بسیار به این اعتراض کرده است. روشی که فلاسفه داشتن که از معلول پی به علت بردن، میگوید که خب چون سایه هست، سایه معلول است، این سایه علتی دارد، هر معلولی علتی دارد، پس این سایه از جانب خورشید است، پس علت این سایه خورشید است. مولانا میگوید چرا گردنت کج است؟ سر بالا ببر، خود آفتاب رو ببین. این که از نشانه ها به خدا رسیدن، این امر باطلی است. هر مخلوقی خالقی دارد، پس این مخلوقات هم خالقی دارد، پس خدا وجود دارد. برهانهای علمی، برهانهای لمی، برهان صدیقین، همه این برهانها رو عرفا به هیچ و پوچ گرفتن. برهان نظم، همه اینها قابل خدشه است و شدیداً هم مخدوش است. برای اثبات خدا میآید میگوید آقا برهان نظم، این جهان نظم دارد، شکل اول قیاس، قیاس اقترانی. میگوید این جهان منظم است، هر نظمی نازمی دارد، پس این جهان نازمی دارد، اون نازم خداست. خب چگونه شما آمدی یک چیز حسی رو مقدمه قرار دادی برای یک چیز عقلی و این دو مقدمه حسیه و مقدمه عقلیه رو ازش نتیجه عقلیه گرفتی؟ این چگونه ممکن است؟ این چه قیاسی است که انجام میدهی؟ این که مقدمات باید موضوع و محمول یا
کبرا و صغرا بایستی از یک جنس باشند. میگوید جهان منظم است. این نظم را از کجا فهمیده ای؟ میگوید حس کردم، آزمایش کردم. این مقدمه اول حسی است. مقدمه دوم چیست؟ هر نظمی نازمی دارد مقدمه عقلی است. شما چگونه آمدی این مقدمه حسی رو با یک مقدمه عقلی جمع کردی و نتیجه عقلی از آن گرفتی؟ این کدام منطق است؟ مقبول است، همه پذیرفتن، تو کتاب هامون می نویسن، ما تو دانشگاه اینها رو مثلا به فرزندانمون یاد می دیم. اصلا اینها از بی خوبان مشکل دارند، این استدلالات برهان هایی که وجود دارد، اینها راه به جایی نمی برد. مولانا معتقد است که باید از همینها رها شد، باید درونی بود، به درون مراجعه کرد، اون فطرت رو درک کرد و فهمید و خدا رو در آینه درون باید دید. میگه جز به مصنوعی ندیدی صانعی، بر قیاس اقترانی قانعی. قیاس اقترانی معنی این است که مثلا بگیم هر انسانی حیوان است و هر حیوانی جسم است، پس هر انسانی جسم است. یک اصغر دارد، یک اکبر دارد، یک حد وسط دارد. قیاسات معمولی دیگه. خب یعنی اینجا یک حد وسطی است که حد وسط رو حس میکنن. در منطق ریاضی هم میدانید پ و کیو رو ما میتوانیم که با همدیگر دو مجموعه، دو فاز رو با همدیگر جمع کنیم و نتیجه بگیریم، که نمیخوام زیاد وارد این اصل بشیم. یعنی این که میگوید این حد وسط رو شما جا به جا بکنید. این چقدر اشکالات عمده هست. یک ضرب 16 تاست، یک ضرب دیگرش 16 تای دیگر است. اینها ضروب بسیار فراوانی دارد. 16 ضرب در 16 بکنید ببینید چقدر فرق میشود. و بعد از آن دوباره این رو اگر ضرب در 16 شکل دیگر بکنید، این اشکال قیاسات دیگه از حد خاص خود بسیار فراتر می دارد. خب همین اینها رو سالها و سالها اینها رو می خوانند و خوانده ایم و آخرش دیده ایم که اینها همش بیهوده بوده. این از اساس غلط بوده است. از اساس انسان نمی تواند با آن به خدا برسد. کدام یک از این فیلسوفان به آن اشراقی رسیدند که این عارفان کوچکتر از خودشان رسیدند؟ کدام رسیدند؟ کدام به آن درک و معرفت الوهی رسیدند؟ تازه 70 سالشه، وقتی ازش میپرسی میگه من هنوز هم در وجود خدا شک دارم. پس کی تو عبودیت خواهی کرد؟ کی خدا رو پرستش خواهی کرد؟ آخرش هم غالب فیلسوفان با شک در وجود خدا از دنیا می روند. مانند کسی است که چه کند؟ بنشیند در کنار آب و شک کند که آیا این آب است یا آب نیست، و بعد حاضر نشود که دست برگیرد و از آن آب اندکی اگر بخورد می فهمد این آب است یا آب نیست. نشسته استدلال می کند، این اکسیژن دارد، این هیدروژن دارد، دو تا هیدروژن اگر با یک اکسیژن جمع شود چه می شود، پیوندش چه می شود. نشسته از فقط می بافد و آخرش هم تشنه از جهان می رود. مولانا می گوید دست ببر و از آن آب گرامی بنوش، به جای این که ما استدلالات بیهوده رو در ذهن خود انبار کنی و آخرش هم به هیچ نتیجه‌ای نرسی. می فزاید در وسایط فلسفی. انسانی که فیلسوف است همیشه در وسایط این واسطه ها رو بیشتر می کند. میگه خدا خواست این جهان رو به وجود بیاورد، عقل کل بود خداوند، یک در وجود خود تعقل فرمود، نتیجه آن عقل اول و نفس اول بود. ببین چقدر این وسایط رو زیاد می کند. بعد میگه عقل اول در خود، در عقل کل تفکر کرد، نتیجهش عقل دوم و نفس دوم بود. بعد این عقل دوم دوباره تفکر کرد، نتیجهش عقل سوم و نفس سوم بود. تا همینجور میاد
بابا یکیش کافیه دیگه، این عقل، این ده عقل رو از کجا در آوردی تو؟ با این وسایط رو فقط زیاد میکنه، این واسطه ها رو بیشتر میکنه، فکر میکنه هرچه واسطه برای رسیدن به خداوند بیشتر باشد خداوند محکمتر پرستیده میشود، محکمتر و بهتر عبودیت میشود، تا اینکه عقل دهم، نفس دهم، تازه نفس دهم، این جهان و هیولای اولا و اینها و مسائلی که در کنارش هست می فزاید در وسایط فلسفی، از دلایل باز بر عکس صفی. هی دلیل می بافد، دلیل پشت دلیل می بافد، با کلمات بازی می کند بر عکس صفی. ولی یک کسی هست که صافی کرده است، دل رو صافی کرده است، صفای دل و صفای باطن و صفای درون دارد، در این آینه قلب صاف خود می نگرد و خدای رو در آنجا می بیند و با معشوق خود دائم در حال عشق بازی است. این گریزان از دلیل و از حجیب و از پی مدلول مانده سر به جیب. این گریزانه، از دلیل گریزان است، از حجاب ها، چون این دلیل ها حجاب هست، مانند آن قصه ای که مولانا می فرماید که معشوقی بعد از سالیان طولانی به عاشق اجازه داد در حضورش باشد. این عاشق آمد، نامه بلندبالایی گرفت و در پیش معشوق شروع کرد، گفت که من چقدر عاشقت بودم، به چه دلیل تو چنین هستی، بنابراین من عاشقت هستم و چنین و چنان. آن معشوق گفت تو عجب احمقی هستی، اکنون که وقت وصال است وصال رو در خود بگیر، این وسائط، این واسطه ها، این سخن، همه اینها رو رها کن، اینجا وقت وصال است. ای فیلسوفی که داری میخوای با به خدا برسی با هزار یک دلیل، آن وقت خواهی دید که چه عظمت هایی وجود دارد. این توهمات رو از ذهن خود بیرون کن. این گریزان از دلیل و از حجیب، حجیب ممال حجابه دیگه، حجاب، وزپه مدلول مانده سر به جیب. این مدلول ها رو، دال و مدلول، اینها قصه های خیلی مهمی است که دلالت کننده چیست، مدلول چیست، اینها رو بحث های فراوانی است که انجام دادن. دل ز دانش ها بشستند این پریق، این گروه عارفان عاشقان از همه دانش ها دل شستند، زن که این دانش ندارد آن طریق. این دانش راه به آن جایی که می خواهیم برویم نمی برد. دانشی باید که اصلش زن سر است، دانشی باید که اصلش زن سر است، از سوی خداوند باید باشد. العلم نورون یقذف الله فی قلب من یشا، علم از آنجا باید بیاید، علم نوری است که خداوند در قلب هر کس که بخواهد می افکند. دانشی باید که اصلش زان سر است، زان که هر فرعی به اصلی رهبر است، هر فرعی نهایتاً به اصلی منجر خواهد شد. پس چرا علمی بیاموزد به مرد، کش بباید سینه رازان پاک کرد. این چرا علمی رو ما می آموزیم که نهایتاً مجبوریم برای رسیدن به خداوند همین ها رو کنار بگذاریم؟ چرا در برابر معشوق هزاران هزار نامه چندین صفحه‌ای می نویسیم تا اینکه وقتی معشوق رو دیدیم همه اینها رو به آتش بیفکنیم و اونها رو رها کنیم؟ چون مبارک نیست بر تو این علوم، خیش را گودی کن و بگذر زشون. میگه تو خودت رو گول کن. گول یعنی احمق، ابله، یعنی میگه خودت رو ساده، ساده لوح، کسی که لوح وجودش ساده است. ما ساده لوحی رو بد میدانیم، اما ساده لوحی نعمت بزرگی است. اگر انسان قدرش رو بداند، ساده لوحی بسیار امر مهمی است. این پیچیده بودن و این زیرک بودن راه رو به جانب شیطان میکشاند، چون خداوند با ساده دلان است. خداوند لوح‌های دل ساده رو
دوست دارد و شیطان زیرکان رو دوست می دارد که برای هر چیزی هزار بار چرکه بندازن و هزار بار محاسبه کنند. انسان‌های عاقل حقیقی کسانی هستند که این فهم و فکر و شعور خود رو کنار می نهند و دل رو صافی می کنند برای شهود ربانی. چون ملائک گوی لا علم لنا، میگه ملائک چنین کردن تو هم باید این چنین، گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا. خب خداوند وقتی که حضرت آدم رو آفرید، اینها گفتن چرا می آفرینی کسی رو که من یسف قدما و میاد خون می ریزد و چه و چه و چه افساد می کند، فساد می کند. قال اینی اعلم و لا تعلمون، خدا فرمود که من چیزی می دانم که شما نمی دانید. بعد و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، خداوند به همه اسما رو، اسماء الوهی رو به آدم، به حضرت آدم آموخت. ثم عرضهم علی الملائکه، سپس عرضه کرد خب شما که میگفتید میدانیم بگویید، من به آدم این اسما رو آموختم شما هم بگویید. گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا ما هیچ علمی نداریم جز آنچه تو به ما آموخته ای. میگه اگر میخواهی به آن درجه برسی باید بگویی که لا علم لنا، ما نمیدانیم. اصلا علمم از همینجا شروع میشود، علم دقیقا از آنجایی شروع میشود که من بدانم که نمیدانم. چون ملائک گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علمتنا. خب شما میدانید کسی چیزی نمیداند، به او میگویید که به تو بگویم، میگه نه میدانم. شما چه میکنید؟ اصلا انسان به کسی که میگوید میدانم یا تصور میکند میداند چیزی میگوید؟ نه، وقتی میداند دیگه چه فایده داره؟ انسان به چه کسی علم میدهد؟ به کسی که بگوید و اقرار کند، اعتراف کند نمیداند. خب میگه در خدا به کسی که فکر میکند میداند چیزی یاد نمیدهد. من اگر تصور کنم میدانم، خدا هیچ به من نخواهد گفت، علمی نیست چون میدانم. اما اگر بگویم من نمیدانم، آن وقت است که خداوند خیلی چیزها رو به من خواهد آموخت. احمقیم بس مبارک احمقی است. میگه شما بگویید که مولانا احمق است و عرفا احمقند، میگه این احمقی بسیار مبارک است، بسیار قبول است. احمقیم بس مبارک احمقی است که دلم با برگ و جانم متقی است. دلم برگ و نوا و شور او رو دارد، خدا رو دارد، و جانم هم متقی است، وجودم هم در تقوای الهی است. گر تو خواهی که شقاوت کم شود، جهد کن تا از تو حکمت کم شود. اگر میخواهی شقاوتت کم شود، نمیگه شقاوت از بین برود. کت که تو را، این لفظی است که آمده، کت شقاوت کم شود، یعنی که تو را شقاوت کم شود. جهد کن تا از تو حکمت کم شود. این حکمت، اون علوم ظاهری رو از خود دور کن. حکمتی که از طبع زاید و از خیال. این حکمت زایدش چیه؟ این رو کامل توضیح عرض کردم که از خیال و از طبیعت انسانی، از همان حواس انسانی برمیخیزد که همه دوچار اشکالند. حکمتی بی فیض نور ذوالجلال، آن حکمت از فیض نور حضرت ذوالجلال صاحب جلال و عظمت دور است. بنابراین این حکمت نیست، چون حکیم مطلق، حکیم علل اطلاق مگر اون نیست؟ ما اگر حکمت بخواهیم باید از خود او بگیریم. بیشتر حکمت دنیا فزاید ظن و شک، این حکمت دنیایی فقط ظن و شک رو اضافه می کند. حکمت دینی پرد فوق فلک،
این حکمتی که حکمت الوهی، حکمت الهی، حکمت متعالی الهیه، این تا فوق فلک میپرد. بیشتر اصحاب جنت ابلهند، تازه شر فیلسوفی وارهند. اکثر اهل الجنه البول، پیغمبر فرمود که اکثریت اهل بهشت ابلهان هستند، اونا که حساب کتاب نمیدانن. میگویم پیغمبر یک روز یک دینار به ابوذر داد، یک دینار به سلمان داد. اینها گفتن که خب بریم حالا مثلا خرجی بکنیم. ابوذر به اولین کسی که به اولین مستحقی و مستمندی که رسید، این مثلا چند درهم یا یک دینار رو داد به اون. او رفت. بعد سلمان گفت که بذار از این بیشترین استفاده رو بکنم، ببرم این یک دینار رو چیزی بخرم، با آن اون رو ببرم بفروشم و این رو چند دینار بکنم و بعد این چند دینار رو انفاق کنم. ای رفت چیزهای خرید و این پول رو زیاد کرد. آخرش گفت به هر کسی یک چیزهایی بدهم. حالا احتمال دارد ساخته باشند، ولی به قول معروف خوب ساخته اند و شاید خیلی معتبر هم نباشد این روایت، گویی که غالبا این رو عنوان کردند. بعد میگه پیغمبر در خانهش نشسته بود و نان میپخت. نان رو بر روی ساچهای خاص میگذاشتند و روی آن دیدید که وقتی آمدن پیغمبر گفت که خب سلمان چه کار کردی؟ گفت برو بالای این ساج اونجا وایستا، بعد بگو که چه کار کردی. اول ابوذر رفت بالای اونجا، بعد گفت خب چه کار کردی؟ گفت دادم به فقیر، زود پرید پایین. اما این سلمان بیچاره رفت بالا تا توضیح بدهد، خلاصه خیلی کارش سخت شد. این است که میگوین ساده بگیر، خیلی با فکر و اندیشه و تأمل و اینها انسان به جایی نمیرسد. سادگی آنچه که مولانا بلاهت میگوید، میگه این بلاهت چیز خوبی است. خیش را اوریان کن از فضل فضول، تا تو را هر دم کند رحمت نزول. این فضیلت هایی که داری، میگن فلان کس فاضل است و عالم است و فلان، از این فضلی که فضول است، بیهوده است. فضول خیلی زیباست، فضل فضول، فضول یعنی اضافه، چیزی که بیهوده است. میگه از این فضیلت های آنچنانی خود رو برهان، این فضیلت هایی که بر اثر سواد و بر اثر معلومات ظاهری به دست آورده ای، اینها رو رها کن. تا تو را هر دم کند رحمت نزول. خدا بداند که تو داری، به تو چیزی نمیدهد. تو احساب کن که فضل داری، دیگر خدا چه فضلی به تو بدهد. ولی فضلهایت را بفروشی، فضلهایت را فضولی کنی و بدهی، آن وقت خدا تو رو صاحب فضل خواهد کرد. زیرکی ضد شکست است و نیاز، زیرکی بگذار و با گولی بساز. میگه زیرک، کسی که زیرک است، میگن فلان کس خیلی زرنگه، مثلا ماشاءالله چه چیزهایی داره، چه کار، خیلی زرنگه، میتواند مقامات به دست بیاورد، میتواند مثلا چه کند و چه کند. مولانا میفرماید که زیرکی ضد شکست است. آدم که زیرک باشه، هوشیار باشه، دیگه شکست نمیخوره که. ولی ما باید در برابر معشوق شکست بخوریم، شکسته بشویم. این تندرست بودن در برابر معشوق که کاری نداره. زیرکی ضد شکست است و نیاز. انسان باید نیازمند باشد، انسان باید هر لحظه به خداوند نیاز داشته باشد. زیرکی بگذار و با گولی بساز. ابله باشی و احمق باشی خیلی بهتر از آن زیرکی هایی است که دیگران میکنند. زیرکان با صنعتی قانع شدند، ابلهان از صنع در صانعه شدن. ابلهان آمدن صنعت رو رها کردن، ساخته های بشری رها کردن، به خود او پرداختن. اما اینها گرفتار این ساخته های بشری شدن.
کار خدمت دارد و خلق حسن در گذر از فضل و از جلدی و فن. میگم فلان کس جلد است، خیلی سریع حرکت میکنه، میگه از اینها بگذر، از این فن و فنون و اینها بگذر. البته این نسخه خواسته ها، نسخه عوام نیست. فردا نگید که مثلا کسی مهندسه بگید بابا از این مثلا فن بگذر یا از این جلدی، نه، این برای خواست آن هم در عالمی برتر از این عالم ناسود. بهر این آورد یزدان من برون، ما خلقت الانس الا یعبدون. فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من نیافریدم جن را و انسان رو مگر اینکه بر من عبودیت کنند، عبادت نها. غالب مترجمان گفتن عبادت کنند، نه، عبودیت. عبادت قسمتی و شأنی از شؤون عبودیت است. عبودیت بندگی کردن، نه عبادت. سامری را آن هنر چه سود کرد، کانفن از باب اللهش مردود کرد. یه سامری هنرمند بوده دیگه، خیلی زیبا از تلاجات چیزهای زیبایی می ساخته، آن گوساله سامری را هم ساخت. میگه آیا او فن، آن فنی که او داشته است به چه درد او خورد؟ موسی که ساده بود، هیچ از اینها بلد نبود، زیرکی بلد نبود، اما آن سامری خیلی خوب زیرک بود، توانست که از زیر پای آن مادیانی که جبرئیل بر آن سوار بود مشتی خاک بگیرد و این رو با این طلاهایی که از بنی اسرائیل گرفته بود مخلوط کند و اجرون جسد الله خوار بسازد به گفته قرآن، و بعد بگوید اینها خدا هست و به این گوساله عبودیت کنید. چه کشید از کیمیا قارون ببین، که فرو بردش به قعر خود زمین. میگه این قارون، میگن قارون علم کیمیا میدانسته است، میگه این کیمیا رو بلد بود. علم کیمیا، همان شیمی، علمی بوده که روش تبدیل عناصر به یکدیگر رو اونجا توضیح میدادن، همه میدانید مثلا مس رو چگونه به طلا تبدیل کنیم. میگویند قارون که آن همه مال و ملک داشت که فقط 70 شتر کلیدهای گنجهای او رو، بعضی گفتن 400 شتر، بعضی گفتن 70 شتر، فقط کلیدهای گنجهای او رو حمل میکردن، چه شد که خسف به الارض، که خداوند او رو در زمین فرو برد. چه کشید از کیمیا قارون ببین، که فرو بردش به قعر خود زمین. میگه زمین او رو به قعر خود فرو برد، چه فایده ای دارد؟ یک مثال از زیرکی زد، یک مثال هم از علم کیمیا و دیگران. در بیان آنکه اگر سالک به تسبیح مشغول گردد، علوم ذوقی و کشفی در دل او پدید آید. اگر انسان صاف کند درونش را، علوم ذوقی و کشفی پدید می آید. و درس عشق که از علمای قشر در حجاب خفاست، بی زبان بخواند و بی گوش بشنود. درس عشق رو که بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد. آنهایی که علمای قشری، علمای ظاهربین، علمای ظاهرپرست، اینها درس عشق رو نمیدانند و از آنها در حجاب خفاست، بدون زبان بخواند، بدون اینکه زبانش خاص داشته باشد او رو میخواند و بدون گوش میشنود و سر و علمناه من لدنا علمن را دریابد. و علمناه و ما آموختیم به او من لدنا از نزد خود علمن. یک علم خاص رو ما از خودمان به او آموختیم. کما اشار حضرت المولوی، هر که در خلوت به بینش رافت راه، اوز دانش ها نجوید دستگاه. میگه خلوت بهترین راهی است که انسان به علم حقیقی برسد. با جمال جان چو شد هم کاسه ای، باشدش زخبار و دانش تاسه ای. یک کاسه ای داشته باشه، پر کنه از این اخبار و خبرها و دانش و اینها. گر بخوانی صد صحف بی سکته ای، بی عمل یادت نماند نکته ای. میگه اگر صد تا کتاب بخونی بدون اینکه سکته، بدون توقف بخوانی، بدون عمل
هیچ نکته ای از او یادت نمیماند. بل کنی خدمت نخوانی یک کتیب، علمهای نادره یا بیز جیب. جیب یعنی گریبان، زیر بغل و زیر بازو، یعنی از درون انسان. میگه اگر خدمت کنی، حتی یک کتاب هم نخوانی، آن وقت از درون تو علمهای فراوان خواهد جوشید. شد ز جیبان کف موسی زوفشان، کان فزون آمد ز ماه آسمان. آنهایی که بودند علم سحر داشتند، علمهای فراوان داشتند، اونها در برابر موسی صرفه ای نبردند، کاری از پیش نبردند، بلکه موسی یکی از معجزه های موسی است که دست در جیب می برد، دست در گریبان می برد یا در یقهش می برده و زیر کتفش می برده و فیضا تخرج یا بیضا، وقتی که خارج می کرد دستش انقدر سفید و نورانی بود که نمی توانستند با چشم مستقیم ببینند. میگه اگر این باشد، این نور علم رو از درون خود بجوی. کلن مولانا می گوید که همه این علومی که هست، اینها بایستی لدنی باشد، از جانب خدا باشد و خداوند این علم رو از درون تو به تو هدیه خواهد کرد، چون که خلیفه او هستی، چون جانشین او هستی، چون از او روحی در درون خود داری، بنابراین آن علمی که او دارد آن از درون تو خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت.